بشن، نتایج تحقق پیدا کرده، برای اون نیاز به زمان و پول کافی دارن که باید تو این راه صرف کنن. مدیرای ارشد هم مثل رشد سرمایه انسانی نیاز به برنامه بهبود جامعه یک پارچه و قیاسی دارن. این برنامه زمانی شروع میشه که اعضای تیم رو موضوع ارزش افزوده تیم برای کسب و کار به توافق میرسن و اقدامات خاصی رو که برای تحقق هدف تیم لازم هست تعریف میکنن و به اجرای اون میپردازن. عنصر دوم رهبرانی هستن که نتایج رو تحقق میبخشن. مهمترین تصمیمی که هر شرکت اصلی ممکن اتخاذ کنه چی هست؟ به احتمال قوی میگیم انتخاب مدیر عامل مهمترین تصمیمیه که یه شرکت میگیره. مهمترین تصمیم برای شعبه از شرکت که تو چین افتتاح شده چی هست؟ احتمالاً انتخاب مدیر عامل برای شعبه چین. عنصر سوم برتری در نقش‌های اصلی. یه سوال اینجا مطرح میشه اینه که آیا کارکنانی که در سمت‌های اصلی هستن نسبت به همتایانشون تو سازمان‌های رقیب بهتر عمل می‌کنن؟ سرمایه‌گذاری‌های یکسانی در همه نیروها ممکنه صورت بگیره. خب اینطوری ما شاید فکر کنیم این عادلانه نیست، اما برای کسب و کار هم واقعاً مفید نیست. باید برای نقش‌هایی که تو سازمان مهم‌تر هستن بیشتر از استاندارد صنعت سرمایه‌گذاری کنیم. نقش هایی که به لحاظ اهمیت تو سطح میانی قرار دارن، برای اونا در حد استاندارد سرمایه گذاری بشه یا حتی پایین تر از اون، و برای کم اهمیت ترین نیروها در زیر سطح استاندارد سرمایه گذاری بشه یا برون سپاری بشه. حتی سرمایه گذاری های آموزشی هم باید متفاوت باشه. کمی به نحوه تخصیص داراییتون نگاه کنید. در هر کدام از صندوق‌های سرمایه‌گذاریتون به یک اندازه سرمایه‌گذاری می‌کنید یا نه؟ میایین بازده مورد انتظارتون رو در نظر می‌گیرید و با توجه به اون دارایی‌هاتون رو به اون اختصاص میدید. زمانی که رویکرد نقش اصلی رو داریم دنبال می‌کنیم، سعی می‌کنیم عملکرد 20% پست‌های رو افزایش بدیم که 80% ارزش رو برای مشتری‌ها و سهامدارا ایجاد می‌کنه. خب بپردازیم به عنصر آخرمون، عملکرد نیروی انسانی. مهمترین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا عملکرد نیروی انسانیمون امسال نسبت به سال قبل بهبود داشته یا نه؟ پس لازمه سازمان ما از استراتژی شفافی برخوردار باشه. برای تهیه این استراتژی لازمه 4 اقدام رو انجام بدیم. بپردازیم به این اقدامات. اقدام اول اینه که چشم انداز ساده و جذابی رو داشته باشی. یعنی سازمان باید تلاش کنه به یه سری سوالات پاسخ بده. مثلا اینکه بدونیم در حال حاضر به کجا میریم، چرا، چه گامهایی رو باید در رسیدن به هدفمون برداریم، یا یعنی اینکه باید چطور عمل کنیم، به چه کارهایی نیاز داریم. اقدام دومی که باید انجام بشه همسویی سازمان هست. یعنی باید فعالیت‌های سازمان با استراتژی‌هاش همسو و هماهنگ باشه، و برای اینکه مطمئن بشیم از تحقق همه اهدافمون لازمه آبشاری از اهداف رو ایجاد کنیم. خب این کار باعث میشه همه رو مهمترین وظایف تمرکز کنیم و هم وظایفی رو که غیر مستقیم باعث ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار میشن رو شناسایی کنیم. مورد بعدی فرهنگ عملکرد هست. به لحاظ آماری مهمترین فرهنگ عملکرد بالا یعنی عدالت و درستی و اینکه از نتایجی که برای ارزیابی عملکرد ایجاد میشه مطلع بشیم. بعد دومی کاری که باید انجام بدیم اینه که فرهنگ ریسک پذیری رو ترویج بدیم. اما مورد آخر، ارزشیابی و پاداش، چهارمین اقدام ما. سازمان باید تلاش کنه به سوالات پاسخ بده. مثل اینکه ببینه کدوم یک از شیوه هایی که برای بهبود عملکرد استفاده کرده بیشترین تاثیر رو بهره وریش داشته، یا اینکه بهترین شیوه‌ای که برای تمرکز استفاده کرده، برای انگیزه یا برای مسئولیت پذیری، اون شیوه چی بوده که تونسته رو عمل کرده نیروی انسانیش تاثیرگذار باشه. از طریق این 4 اقدامی که عرض کردم خدمتتون میتونیم عملکرد نیروی انسانیمون رو نسبت به سال قبل ارتقا بدیم. خب بپردازیم به اولین بُعد از مفاهیم مدیریتی و ارتباط اون با توانمندسازی. قدرت kéo dây điện, kéo dây điện đây.
giờ anh đang tắm mà như nữa đó. Đi được các bạn này. Hai ba ngày nữa là nở được các bạn.